کانادا به تازگی تصمیم گرفته است تا با کاهش تعداد مهاجران تازه وارد سیاست‌های مهاجرتی خود را بازنگری کند. این اقدام در پاسخ به افزایش سریع جمعیت و تغییر نگرش عمومی نسبت به مهاجرت اتخاذ شده و هدف آن کنترل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این افزایش است. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. کانادا به تازگی اعلام کرد که در راستای تجدید نظر در سیاست‌های مهاجرتی خود قصد دارد تعداد مهاجران تازه وارد را به شدت کاهش دهد. این تصمیم در واکنش به افزایش ناگهانی جمعیت و تغییرات نگرش عمومی نسبت به مهاجرت اتخاذ شده است. بر اساس آمار، جمعیت کانادا فقط در سالهای 2023 و 2024 به 41 میلیون نفر رسید که این افزایش عمدتاً ناشی از موج مهاجرت بوده است. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو ضمن تاکید بر فواید حضور مهاجران جدید برای رونق اقتصادی کشور بیان کرد که برای بهبود شرایط بهداشتی، مسکن و خدمات اجتماعی نیاز به کنترل جمعیت احساس می شود. طبق برنامه جدید پذیرش مهاجران به 395 هزار نفر در سال 2025، 380 هزار نفر در سال 2026 و تنها 365 هزار نفر در سال 2027 کاهش خواهد یافت. این تغییر در سیاست‌های مهاجرتی برای کشوری که سالها به عنوان مقصدی محبوب برای مهاجران شناخته می شد، یک چرخش چشمگیر محسوب می شود. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، اکثریت کانادایی‌ها احساس می کنند که تعداد مهاجران بیش از حد افزایش یافته و این موضوع به کمبود مسکن و فشار بر خدمات عمومی منجر شده است. در حالی که کانادا به فکر بازنگری در سیاست‌های خود است، سایر کشورها نیز مانند سوئد و آلمان با چالش‌های مشابهی مواجه هستند و به دنبال راهکارهایی برای مدیریت وضعیت مهاجرت هستند.